بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردای عزیز و همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر ده, ده هشتمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفتم هستیم انشاءالله که درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید و با یکدیگر بریم و درس گذشته را ارزیابی کنیم خب خوب دقت داشته باشید که ما رو میخونم ان که شما به خوبی به سوالای ما پاسخ بدیم سوال اول انواع تکسر حجروی را نام ببرید در جلسه گذشته ما و شما با هم خواندیم که ما دو نوع تکسر حجروی داریم یک تکسر مستقیم و دو تکسر غیر مستقیم سوال دوم انواع تکسیر غیر مستقیم را نام ببرید و مشخص کنید که در چه حجراتی دیده می شود. خب اگه به یاد داشته باشید تکثیر غیر مستقیم در دو جاندار تکهجروی بود. یادتان می آید چی بود؟ آفرین شاگردای خوب در جانداران تکهجروی مانند آمیب و بکتریا. این تقسیم غیر مستقیم هم آمیتوسس نام داشت. آفرین به شما که درستان را به خوبی خواندید. سوال سوم مراحل تقسیم میتوسیس را به ترتیب نام ببرید. اگر یادتون باشه شاگردا ما اول این مراحل تقسیم میتوسیسه حروف اولش یک جا کردم و یک کلمه رمزی به شما یاد دادم که گفتم این کلمه رمزی که شما حفظ کنین مراحل تقسیم میتوسیسه به ترتیب به خوبی میتوانید نام ببرید او کلمه رمزی ما و شما پومات بود که میشه مراحل تقسیم میتوسیس پروفاز میتافاز آنافاز و تیلوفاز آفرین سوال چهارم از هر حجره مادری در پایان میتوسیس چند حجره دختری به وجود می آید؟ چند حجره؟ باز هم صحیح گفتید بارک الله آفرین ما در هر تقسیم میتوسیس از هر حجره مادری در پایان تقسیم دو حجره دختری داریم پس یک حجره مادری که در آخر دو حجره دختری را به وجود می آره. سوال پنجم در تقسیم میتوسیس تعداد کروموزوم ها در مادری و هجرات دختری چند تاست؟ یعنی آیا تعداد کروموزوم ها تغییر میکنه یا نمیکنه؟ خب به نظر شما تغییر میکنه یا نمیکنه؟ بازم به او شاگردایی که درس به خوبی خواندن آفرین میگم در تقسیم میتوسیس تعداد کروموزوم ها در حجره مادری و هجرات دختری با هم یکسان است حجره مادری 46 عدد کروموزوم داره که در دا پایان مراحل تقسیم میتوسیس دو حجره دختری به وجود می آید که هر کدام از این حجرات دختری 46 عدد کروموزوم داشت آفرین به شما که درس به خوبی یاد گرفتید خب شاگردای خوب ما جلسه گذشته را به خاطر دارید مراحل تقسیم میتوسیس با یکدیگر با ذکر وقایع اونا خواندیم به کجا رسیدیم؟ به پایان مرحله تیلوفاز تیلو خب یک خیلی سریع من یک اشاره کوچک به او میکنم تا مرحله بعدی را ما و شما بهتر یاد بگیریم خب شاگردای خوب گفتیم که در تقسیم میتوسیس در مرحله پروفاز غشاء هسته در حال ناپدید شدن بود کروماتین ها به کروموزوم تبدیل می شد رشته های دوک به وجود می آید به وجود می آمد و سنتروزوم ها که دو برابر شده بود به دو قطب حجره می رفت در مرحله میتافاز کروموزوم ها در وسط حجره ردیف می شدند در مرحله آنافاز با کوتاه شدن رشته های دوک کروماتید ها که همو بازوهای کروموزوم ها بودند از یکدیگر جدا می شدند و به دو قطب حجره می رفتن. و در مرحله تیلوفا که درست برعکس مرحله پروفاز بود قشای هسته مجددا در حال به وجود آمدن بود رشته های دوک در حال ناپدید شدن بود و کروموزوم ها پس دوباره در حال تبدیل شدن به کروماتین بود حالا در این مرحله آخر ما که مرحله تقسیم شدن سایت و پلازم و قشای حجروی هست یک تفاوتی میان حجرات نباتی و حیوانی وجود دارد این مرحله یعنی مرحله تقسیم شدن سایتوپلازم به نام سایتوکنیز یاد میشه در واقع سایتوکنیز را اگر در امتحان سوال بشه سایتوکنیز چیست ما و شما میگیم که سایتوکنیز همان مرحله تقسیم شدن سایتوپلازم و قشاع حجروی است اما در حجرات نباتی و حیوانی قدری با یک دیگه فرق میکنه سایتوکنیز در حجرات حیوانی همزمان با تیلوفاز است یعنی همینطور که در مرحله آخر تیلوفاز قشای هسته در حال به وجود آمدن هست ما یک شکافی را حال در تصویر مانیتور هم شما میبینید در شکل سمت چپ یک فرو رفتگی یا به عبارت یک خمیدگی را در مابین دوتا هسته که یک هسته در یک سمت حجره و یک هسته در سمت دیگر حجره به وجود آمده در این وسط یک فرو رفتگی را ما و شما میبینیم که ای دو همزمان با هم دیگه اتفاق میفته به همین خاطر هست که ما میگیم سایتوکنیز در حجرات حیوانی همزمان با تلوفاز اما در این تصویر سمت راست در مانیتور که یک حجره نباتی را برای ما و شما نشان میده میبینیم که تا آخرین مرحله ما فرو رفتگی را در سایتوپلازم و قشای حجره های نباتی مشاهده نمی کنیم بلکه بعد از اینکه تلوفاز تمام شد و دو هسته در دو قطب حجره نباتی شکل گرفت یعنی هسته کاملا تقسیم و جدا شد آهسته آهسته در استوا یا در وسط حجرات نباتی یک تیقه یا یک لایه یا یک دیواره در حال شکل گیری هسته طوری که در پایان سایتوکنیز دو حجره نباتی از یکدیگر جدا میشه پس این نکته مهم و کنکوریش در ای بود که اگر از ما و شما سوال کنه که تفاوت سایتوکنیز در حجرات حیوانی و نباتی در چی هست ما و شما میگیم در زمان وقوع او در حجرات حیوانی همزمان با تیلوفازه در حجرات نباتی پس از اتمام تیلوفازه گاهی وقتا تصویر برای ما و شما داده میشه یک شکل را دما و شما میده میگه شما ای را تشخیص بدید که این سایتوکنیز در یک حجره حیوانی هست یا یک حجره نباتی ما دو راه تشخیص داریم یکی شکل حجرات هسته شما میبینید که حجرات نباتی اشکال هندسی داره تقریبا مست، مستطیلی شکل یا مربع شکل اما حجرات حیوانی تقریبا کروی شکل یا گرد هسته تفاوت دوم همین مرحله سایتوکنیزه. در حجرات حیوانی تیلوفاز و سایتوکنیز همزمان با هم در حال وقوع هست اما در حجرات نباتی نه ابتدا هسته کاملا تقسیم میشه بعد لایه جدا کننده ای دو حجره از داخل سایتوپل از داخل سایتوپلازم شکل میگیره و دو حجره را از یکدیگر جدا میکنه شاگردای خوب ما و شما میخوایم ببینیم که تقسیم میتوسیس چه اهمیتی در ساختار بدن موجودات زنده هم شامل حیوانات و هم شامل نباتات داره چه اهمیت و چه ضرورتی داره و در چه زمانهایی تقسیم دیده میشه و در کجاها و در چه حجراتی از چه اندام و چه انساج ما اینو تقسیم میتوسیس میبینیم خب اهمیت میتوسیس عملیه میتوسیس در رشد و نموف نقش بسیار حیاتی و مهم دارد. زمانی که یک موجود زنده به وجود می آید، متولد می چه جزء حیوانات باشد و چه جزء نباتات باشد، آهسته آهسته رشد می و کلان می تمام اجزاء بدن و پیکر از این موجود زنده باید رشد کنه. دست، پا، در حیوانات، ساقه، شاخه، در نباتات همه باید یک به یک تناسبی رشد بکنه که این رشد کردن لازمه تکسر حجرات هست که نو تکسر همو تکسر یا تقسیم میتوسیس هست اهمیت دیگری که ما این تقسیم میتوسیس هم میتونیم در رابطه با او ذکر کنیم یه که حجرات خونی ما و شما دائما در حال تقسیم است ما و شما الله در بیولوژی سنف هشت و نو خواهیم خوان که خون ما و شما حجرات متنوعی داره اما دو نوع از حجرات خون ما هست به نام صفحات دمویه و حجرات سرخ خون که این حجرات عمر کوتاه دارند و بدن ما باید مدام در حال ساختن حجرات سرخ و صفحات دمویه باشه این نوع تقسیمات این حجرات هم همان تقسیم میتوسیس هست اهمیت دیگه ای که ما تقسیم میتوسیس داریم در جلد یا پوست ما و شما هسته جلد ما و شما دو طبقه یا دو لایه داره که لایه فوقانی یا خارجی ای جلد ما که دائم در محیط بیرون در تماس است در محیط اطراف ما بر روی میز بر روی چوکی بر روی روی هر سطوح دیگه در تماس هست این لایه فوقانی که دارای حجرات مرده هست آیستا این حجرات مرده باید جدا بشه و جای خودش به حجرات زیرین بده این حجرات زیرین باید تقسیم میتوسیس انجام بده تا نبود یا کمبود لایه فوقانی را جبران بکنه پس دائما ای لایه هم یا ای طبقه هم در حال تقسیم هسته. ای تقسیم هم همه از نوع تقسیم میتوسیس هسته. یعنی هر حجره مادری با تقسیمات متوالی خودش یعنی پشت سر هم چندین حجره دختری را به وجود میاره و هر حجره دختری از نظر تعداد کروموزوم ها و از نظر ویژگی های فیزیکی حجره با حجره مادری یا حجره اولیه کاملا یکسان است شاگردای خوب امروز مقدمه یک تقسیم دیگر را با یک دیگر میخوانیم که او تقسیم میوسیس یا تقسیم تنقیسی هست قبل از اینکه وارد مراحل خود تقسیم میوسیس شویم یک سری مقدماتی را ما و شما باید بدانیم که در ابتدا ما این مهم یا این مقدمات مهم در پای تخته برای شما شاگردای خوب تشریح میکنیم و بعد به بررسی سلایدهای خودمون میپردازیم خب شاگردای خوب ما و شما میخوایم امروز بدانیم که تقسیم به طور کلی ابتدا کلیات تقسیم تنقیسی را بدانیم در همین ابتدا برای شما شاگردای خوب میگیم که خود تنقیس به معنای کاهش یعنی قسمت شدن است پس ما در این نوع تقسیم یک چیزی کاهش پیدا میکنه پس دیگه مانند تقسیم میتوسیس نیست که اون حجره دختری کاملا شبیه حجره مادری باشه اینج یک تفاوت ها یا یک تغییراتی وجود داره که ما شما باید بدانیم در تقسیم میتوسیس ما یک حجره میکشیدیم با 46 عدد کروموزوم ای یک انترفاز یا یک مرحله استراحت تیمی کرد و در پایان دو حجره هماندازه با حجره اولیه با تعداد کروموزوم های برابر به وجود می آورد. اگر این دو تا حجره ای که ما و شما کشیدیم از نظر اندازه با حجره اولی که حجره مادر فرق کنه خطای دست است اما در نوع تقسیم از نظر اندازه هیچ فرقی نداره این حجره مادری بود و اینا حجرات دختری هست حالا ما این مقایسه میکنیم که اگر یک حجره 46 کروموزومی ما و شما بخواه تقسیم تنقیسی یا میوسیس انجام بده چه خواد شد خب حالا این ای هم یک انترفاز داره این تقسیم میوسیس هست خب باز در جلسه بعدی ایشالله که وقایع هر مرحله رو خواندیم اونجا به شما میگیم که تقسیم میوسیس یک اینترفاز داره اما دو تقسیم پشت سر همه طوری که در پایان میوسیس ما چهار حجره داریم پس چهار حجره داریم که از نظر تعداد کروموزوم ها با حجره مادری متفاوت است این حجره مادریه اینا حجرات دختری چی تفاوتی داره هر کدام از اینا بیست و سه عدد کروموزوم داره پس اینج ما و شما میبینیم تعداد کروموزوم ها در تقسیم میتوسیس حفظ میشه اما در تقسیم میوسیس یا تنقیسی قسمت میشه و کاهش پیدا میکنه به نصف هر حجره نصف حجره مادری تعداد کروموزوم داره ای چلو ما در اینترفاز یک بار دو برابر میشه 92 تا میشه و بعد در چهار حجره تقسیم میشه این تقسیم یعنی تقسیم میوسیس در تمام حجرات بدن اتفاق نمیفته ما گفتیم که تقسیم میتوسیس در حجرات جسمی بود که جسم ما و شما را می ساختن. اما تقسیم میوسیس در حجرات جنسی هستش خب پس ما و شما نتیجه میگیریم که این تغییرات احتمال به احتمال خیلی زیاد تغییراتی هست یا تقسیماتی هست که در دوران بلوغ در بدن افراد مذکر و مؤنس اتفاق میفته اما حالا ما شما یک مطلب دیگر هم باید بدانیم که آیا این تقسیم میوسیس در حجرات جنسی مذکر و مؤنس یکسان هست یا این دوتا با یکدیگر فرق میکنه این تقسیم میوسیس هیچ تفاوتی نداشت چه در بدن زن و چه در بدن مرد در همه کاملا یکسان بود تمام وقایع و تمام مراحل مشابه هم اما در تقسیم میوسیس میخوانیم که در پایان ما یک تفاوت هایی را میبینیم که این چهار ای که در بدن یک زن به وجود می با او چهار ای که در بدن یک مرد به وجود می با همدیگه در از نظر اندازه متفاوت است حالا ما تفاوت تقسیم میوسیس رو می ببینیم که چگونه هستش ما دو حجره میکشیم. هر دو تا چهل و شیش عدد کروموزوم دارد این حجره مادری در بدن زن هست و این حجره مادری در بدن مرد هست علائم اختصاری در زن و مرد رو ما در بیولوژی به این شکل نشان میدیم زنانه و مردان را هم به زی شکل نشان میدیم اینا علائم بین المللی هستن در هر کشوری در هر زبانی هم که تکلم بشه اینا علائمش یکی هست اینا حجرات بدن یک زن را نشان میده و اینا حجرات بدن یک مرد خب تقسیم میوسس اتفاق میفته باز هم میگم مراحلش در جلسه بعد میگیم در پایان این مرحله ما چهار تا حجره داریم اما یک حجره از هر سه حجره دیگه کلانتر هست یک حجره کلانتر و سه حجره دیگه کوچکتر هست مزیر هم بکشم که او حجره او طرف هم ما بتانیم به شما نشان بدیم از نظر اندازه پس متفاوته اما از نظر تعداد کروموزوم همه با هم دیگه برابره خب این مرحله تقسیم میوسیس تقسیماتی هست که در هر ماه یک بار در بدن زنان اتفاق میافته ای تا سه تا حجره کوچک از بین میره و ای حجره بزرگتر که سایتوپلازم بیشتری را گرفته بهش گامت میگن و در بدن زنان تخمک نام دارد چندین نکته کنکوری در همین تقسیم ما و شما میتونیم داشته باشیم یک حجرات به وجود آمده در پایان میوسس چه نام دارد چه در بدن زن و چه در بدن مرد گامت نام دارد دو آیا از نظر اندازه با هم ای چهار تا حجره به وجود آمده یکسانه خیر در بدن زنان سه حجره سایتوپلاسم کمی دریافت میکنه و یک حجره سایتوپلازم بیشتری دریافت میکنه او سه تا حجره ای که سایتوپلاسم کم داره از بین میره و همو حجره ای که سایتوپلازم زیادتری داره به نام تخمک یاد میشه باقی میمانه خب حالا در بدن مردان تقسیم میوسس اتفاق میفته هم میوسس یک و دو چون ما دو تا میوسس پشت سر هم داریم که بدن میخوانیم اما در بدن مردان این چهار تا حجره از نظر اندازه با یکدیگر یکسان هست اگه من اینها را یکسان نکشیدم خطای دست هست اما ای چهار تا همان گونه که از نظر تعداد کروموزوم برابر هستند، از نظر اندازه هر چهار تا با یکدیگر مساوی هستن خب این حجرات گامت مذکر یا به اصطلاح علمی اسپرم نام دارد پس حالا ما شما متوجه شدیم که تقسیم میوسیس در بدن مردان اسپرم های هم اندازه را به وجود میاره از نظر سایتوپلازم اما از نظر کروموزوم با هم یکی اما تقسیم میوسیس در زنان از نظر اندازه یکسان نیست از نظر کروموزوم چهار تا حجره 23 کروموزومی هست اما سه تای اونها ذخیره سایتوپلازمی کمی میگیره و این یک حجره میمانه چرا این یک حجره باید ذخیره سایتوپلاسم بیشتری داشته باشه چون بعد از فرایند لقاه اولین مراحل نیاز به انر... اولین مراحل تقسیم و رشد جنین نیاز به انرژی داره که این انرژی رو در مراحل ابتدایی همین سایتو پلازم تخمک که از مادر هست برطرف میکنه خب حالا این تقسیم میو... میوسس اتفاق افتاد ما و شما میخوایم ببینیم چی میشه که اولین حجره در بدن همه زنان و مردان 46 عدد کروموزوم داره حالا دیگه شما میتونین به این قدرت رسیدیم که پیشا پیش حدس بزنیم یک موضوع دیگه ای را هم همینجا ما برای شما شاگردای خوب بگم که در زنان ما این 23 تا همه رو میتونیم به یک صورت دیگه بنویسیم تمام این حجرات میتونیم بنویسیم 22 به علاوه x یعنی 22 تا کروموزوم جسمی یک دانه کروموزوم جنسی هر چهار تا 22 به علاوه x 22 x یعنی یک دانه کروموزوم جنسی داره شما میبینید که وقتی مادر در بدن خودش یعنی همین 44 تا را مگه از واضح تر نشان بدیم 44 ایکس ایکس مادر هیچ کروموزوم وایی هم نداره که به فرزند منتقل کنه چون مادر دو تا کروموزوم جنسی داره که هر دو به یک شکل هست و به نام X یاد میشه پس ما در اینجا به یک نتیجه پیشا پیش حدس میزنیم که مادر در تعیین جنسیت فرزند خودش هیچ نقشی نداره چون مادر اصلا کروموزوم وای نداره اما در بدن پدر پدر را میتونیم به صورت 44 X وای بنویسیم پس ما ای تقسیماتمون به این صورت 22 به علاوه یا 22 به علاوه وای خواهد بود 22 به علاوه یا 22 به علاوه وای خواهد بود حالا جزئیاتش ان در بیولوژی سالهای بعد میخونیم اینها مقدماتی هست که در بدن هر والد جداگانه اتفاق میفته گامت سازی فرایندی هست که در بدن هر فرد مذکر یا مؤنس به طور جداگانه رخ میده حالا بعد از این مرحله ما فرایند تشکیل زایگوت داریم که ببینیم زایگوت یا تخم چگونه به وجود میاد در علم بیولوژی این فرایند به نام لقاه یاد میشه در کتاب های درسی شما در بعضی از جاها به نام القاه هم گفته میشه اما هر دو به یک معنی است لقاه چیه لقاه یک جا شدن گامت مؤنث و گامت مذکر را میگه وقتی یک گامت معنس و یک گامت مذکر با یکدیگر دیگر یک جا شد یک حجره واحد به نام زایگوت یا تخمه به وجود میاره پس در ما در لقاه گامت مذکر به علاوه معنس داریم خب حالا این گامت مذکر و گامت معنس به چه صورت 23 کروموزوم از یک والد 23 کروموزوم از یک والد دیگر به حجره تخم منتقل میشه حجره به وجود آمده چی نام دارد؟ زایگوت یا حجره تخم نام دارد خب حالا من باز تختر پاک کنم تا نشان بدیم که این 46 عدد کروموزوم چگونه در کنار یکدیگر قرار میگیره و چطور این زایگوت جنینی را که میخواد به وجود بیاره مذکر هست و چگونه مؤنث هست خب شاگردا دقت کنین تا ببینیم که در فرایند لقاه چه اتفاقی میافته این یک حجره با علایم اختصاریش می برای شما میکشم حجره مادری بود یا به عبارت همون تخمک بود خب 22 عدد کروموزوم جسمی داشت و یک دانه کروموزوم جنسی چون سه ستای دیگه از بین رفت همین یک دانه حجره باقی من. حجرات بدن مردان گامتش چهار تا بود که دو تا دو, دو شبیه هم بود دیگه دو تا کروموزومش ایکس دار بود دو تاش وای دار مد به عنوان نمونه دو تاش برای شما میکشم یا 22 به علاوه ایکس یا 22 به علاوه وای هست خب پس ما دیدیم که آنچه که جنسیت رو در فرزندان مشخص میکنه کروموزوم وای اگر کروموزوم وای بود فرزند پسره و اگر کروموزوم وای نبود یعنی هر دو تا ایکس بود فرزند دختره حالا ترکیب شدن اینها یا این حجره و این حجره با هم دیگه ترکیب, پی... ترکیب میشن یعنی لقاح پیدا میکنن و زایگوت رو به وجود میارن و یا این حجره خب اگر حجره بالا ترکیب بشه 22 کروموزوم مادر و 22 کروموزوم پدر میشه 44 به اضافه یک ایکس مادر و یک ایکس پدر حالا این حجره زایگوت یا تخم ما مؤنث خواهد بود اگر این دو کروم حجره گامت یعنی این اسپرم و این تخمک ترکیب بشه 22 و 22 44 یک ایکس مادری و وای پدر جنسیت این زایگوت در آینده پسر خواهد بود یا مذکر خواهد بود این یک فرایند یا یک پدیده بیولوژیکی هست به نام فرایند لقا اگر در تقسیم میوسیس کروموزوم ها کاهش پیدا نمی کرد یعنی همون 46 تا باقی میمان 46 پدر و 46 مادر 92 بود زایگوت 92 کروموزومی به وجود می آمد باز این زایگوت 92 کروموزومی باز خودش 92 تا هم در تولید مثل یا تکثیر نسل بعد دو برابر می شود. یعنی عدد کروموزومی یا تعداد کروموزوم ها در از نسلی به نسل دیگه در حال افزایش بود اما ما شما می بینیم که اگر چندین نسل هم بگذره باز هم کروموزوم های در واقع حجرات زایگوتی که به وجود میاد همون 46 عدد کروموزوم داره حالا این زایگوت ها که شکل گرفت برای اینکه بدن رو بسازه یک جنین رو بسازه هر کدوم اینا تقسیمات متوالی میتوسیس رو انجام میدن میتوسیس های پشت سر هم انجام میدن انساج رو به وجود میارن و انساج ها اعضا و اعضا ها هم سیستم ها و یک موجود زنده رو به وجود میارن این تفاوت میان کلیات تفاوت میان تقسیم میوسیس و میتوسیس بود امیدوارم که خوب دقت کرده باشید و خوب یاد گرفته باشید خب شاگردای خوب نکات مهم رو با یکدیگر از روی اسلاید ها هم مرور میکنیم تنقیس به معنای کاهش هست تقسیم میوسیس همراه با کاهش تعداد کروموزوم ها هست. یعنی تعداد کروموزوم ها در تقسیم میوسیس باید کاهش پیدا کنه میوسیس ها دو تا تقسیم پشت سر هم با یک انترفازه انترفاز یک بار اتفاق میفته مرحله اول میوسیس تمام میشه بدون اینکه دوباره انترفاز داشته باشیم میوسیس دو در باز پشت سرش اتفاق میفته خب در حجرات جنسی رخ میده ما تقسیم میوسیس رو در حجرات جسمی نداریم جسم جنسی ها میوسیس و جسمی ها میتوسیس انجام میدن از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید که چی نام دارد گامت این گامت بسیار بسیار مهم خواهد بود یک جا شدن گامت مذکر و مؤنث و به وجود آمدن زایگوت رو را لقاه میگویند 23 کروموزوم پدر و 23 کروموزوم مادر در لقاه یک جا میشه و اولین حجره 46 کروموزومی رو به وجود میاره این حجره 46 کروموزومی زایگوت هست که با تقسیمات متوالی میتوسیس جنین رو به وجود میاره من به خاطر دارم که یک سال سوال کنکور بود همینجا این تقسیم میتوسیس سال بود پس به خاطر داشته باشید بعد از پیدایش زایگوت تقسیم میتوسیسه قبل از پیدایش زایگوت تقسیم میوسیس است. گامت در زنان تخمک و در مردان اسپرم نامیده میشه. میتوسیس در مردان حجرات هماندازه و در زنان حجرات متفاوت را به وجود میاره. خب شاگرده عزیزم خسته نباشید و وارد وقایع مرحله تقسیمات میوسیس نمیشیم چون دو تا تقسیم پشت سر هم هست و اگر یکی تدریس بشه و یکی دیگه بمانه باز هم شما دچار مشکل خواهید شد انشاءالله تا جلسه بعدی حتما حتما مراحل تقسیم میتوسیس را که قبلا درس دادیم یک مروری داشته باشید چون که در مراحل میوسیس ما به اونها بسیار بسیار ضرورت خواهیم داشت خب همه شما عزیزان را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم خدایا رو نگهدار شما